با عرض سلام به بینندگان عزیز محترم، امیدوارم که شاد و تندرست باشید در هر کجا که هستید. این یکی از فیچرهای جدید اینستاگرامه که من فعال کردم، امیدوارم که خوشتون بیاد. من که خوشم اومد از قلبهایی که میده و میزان رنگ و نوری که داره، به نظرم جالب اومد. اوکی، یه چند یادآوری. آیدی تلگرام من هست فرهناز جی 777. کانال عمومی من هست فرهناز جی 2016. کانال دوم من هست فرهناز جی 2017 در تلگرام. کانال سوم تلگرام که برای درمان ها هست فرهناز جی 2018. صفحه یوتیوب من هست فرهناز جی. صفحه فیسبوکم هست فرهناز جی. بهترین راه تماس با من از همون تلگرام هست. من پیامای ایمیل یا اینستاگرام یا جای دیگر چک نمی کنم، چون پیامام زیاده دیگه اونا رو چک نمی کنم. بهترین راه تماس هست از تلگرام. عزیزانی که میخوان در کلاس شرکت کنن یا در کلاسای ترمی که دورای 3 ماهی هست یا وقت مشاوره، از واتساپ با من تماس بگید، پیام بدید. شماره تلگرام و واتساپ من هر دو یکی هست: 925 478 94 9470 9470. که این اطلاعات رو من در یکی از صفحات اینستاگرامم پست کردم. اگه به پستای قبلی نگاه کنید، یه دو بار پست کردم این اطلاعات رو. تشکر. و راجع به چند تا مطلبی صحبت میکنم، بعد میریم سراغ تمریناتمون و چند تا سوال جواب بدم. یه یادآوری که برای کسایی که سوال دارن، من یک جلسه رایگان جواب به سوال دارم که جلسه بعدیش این جمعه هست، ساعت 8:30 صبح به وقت ایران، که مطابق میشه با پنجشنبه 9 شب کالیفرنیا، چون ما شب و روزمون با هم فرق داره. برای ایران میشه 8:30 صبح جمعه 8:30 صبح به وقت ایران، برای من میشه پنجشنبه 9 شب به وقت کالیفرنیا. عزیزانی که میخوان در جلسه رایگان جواب به سوال شرکت کنن، از واتساپ پیام بدید، اسم و فامیلی و اینکه ساکن کجا هستید و آیدی اسکایپتون رو بفرستید. این جلسه از اسکایپ اجرا میشه. اگرم اسکایپ ندارید، میشه به راحتی دانلودش کرد یا از اسکایپ دوستان استفاده کنید. چون جلسه از اسکایپ اجرا میشه، بعد اسکایپ داشته باشید. یه نکته که میخواستم راجبش صحبت کوتاهی داشته باشم، راجب کارما با کشوری هست که درش هستید. عزیزانی که درمان امروز صبح تلگرام رو دریافت کردن، متوجه شدید که درمانی که دادن به کارما با ایران بود. یکی از دلایلی که نه صرفا همیشه، ولی در بعضی اوقات، یکی از دلایلی که ما در یک کشور یا شهر خاصی یا با یک گروه خاصی تناسخ میکنیم، ریشه کارمایی داره که معمولا برمیگردیم و میخواییم جبران کنیم و بهتر انتخاب کنیم. الان خیلی از عده زیادی از افرادی که در ایران تناسخ دارن، گروه هایی هستن که در یک زمان به ایران خیلی آسیب زدن، در دوران مختلف، که تعدادشون هم کم نیست. مغول ها کی بود دیگه، عرب ها که به ایران حمله کردن، روسیه، انگلیس، فرانسه، هر کسی توی یه دورانی به ایران حمله کرده. تعداد در تاریخ ایران
ایران خیلی زیاد تحت حمله های مختلف قرار گرفته. حالا هر کدوم از این گروه ها که به ایران زیان زدن به هر نوعی، حالا بعضی این زیان ها گروهیه، بعضی اوقات شخصیه، یه سری آسیبا به آدم های در کشور ایران بوده، بعضی از آسیب ها به خود زمین یا خاک اون محله بوده. یه مثال برای زیان های به خود زمین، مثلا تأثیرات منفی در آبها، در دریاچه ها، در رودخونه ها، یا تستای بمب که میکنن، اینا هم کارما ایجاد میکنه با زمین، هم با اون خاکی که درش داره اونجا این اتفاق میفته. یعنی همه چی حساب کتاب داره. حتی شهری که درش هستید و اون گروهی که باش قرار میگیرید، نه اتفاقی نیست، خیلی اوقات ریشه کارمایی داره. اتفاقا یکی از شاگردای من که مدتی بود مهاجرت کرده بودن به آلمان، اینو کاملا حس میکرد که در آلمان حس خوبی نداره و برخلاف توقعش که فکر میکرد خب اگه اونجا که بره شرایط بهتر خواهد بود، حس بهتری خواهد داشت، ولی وقتی به آلمان رفت حس خوبی به اون شرایط یا اون محیط نداشت و در انتها اگه درست یادم باشه فکر کنم برگشت ایران. و تو مدتی که اونجا بود و خیلی آشکار بود براش که حس اینجا حس آرامش نداره، ریشه یابی کرد و ریشه یابیش این بود که با خود آلمان کار ما داره و ربط داشت به زمان دورانی که هیتلر بوده و آسیبای زیادی در اونجا زده شده. حالا در مورد خود ایران چون خیلی سوال میپرسن که آه چرا شرایط اینطوریه، چرا اینطوریه، ما در حال پاکسازی هستیم. پاکسازی در لیول های بسیار متعدد، پاکسازی های زیادی داره همزمان اتفاق میفته. اولش از کارماهای خودت هست و ذهنیت و احساساتی که بعد رها بشه، بعد گروه خانوادت هست، بعد گروهیه که تو محیط زندگیته، بعد اون شهرت و بعد هم اون کشورت. اینا همه به هم ربط داره و در هر کجایی که برید، مثلا شما اگه مهاجرت هم میکنید یا مسافرت میرید به یه جایی، اگر در اون حتی دوران موقت که یه جایی هستید، حالا یه به عنوان مسافر یا به عنوان مهاجر، تأثیراتی که در اون محیط میگذارید یا میتونه برای شما کارما بدهی کارما ایجاد کنه یا میتونه برای شما ورچو ایجاد بکنه. که بدهی کارما یعنی چی؟ یعنی بدهکاری، یه کاری که خوب نبوده، یه کاری که درش عشق نبوده. ورچو یعنی کار خوب، کاری که درش عشق بوده، مهربانی بوده، منفعت به دیگران داده. مثلا یه چیزی که بعضی بهش توجه ندارن، حالا چه در حتی در شهر خودشون هم این اتفاق میفته، ولی بعضی اوقات تو مسافرت هم که میرن این مسئله ممکنه پیش بیاد، که مثلا یه جایی میشینن کنار رودخونه، بعد آشغال تو رودخونه میریزن. شما با اون رودخونه کارما پیدا میکنی چون تو داری به محیط زیست اون رودخونه و حیواناتی که در اون رودخونه هستن آسیب میزنی. با اون رودخونه و با اون مکان کارما پیدا میکنی. یا بالفرض مثلا تو محیط آزاد و طبیعت که هستی، مثلا پیش اومده یکی آتیش درست کرده، بعد مثلا درخت آتیش گرفته. تو امریکا این اتفاق افتاده، تو خود کالیفرنیا یکی از آتیش سوزی های بزرگی که تو کالیفرنیا شده بود به خاطر این بود که یکی از این افراد بی خانمان میخواسته آتیش درست کنه، بعد این آتیش گسترش پیدا کرده، یک کل محل رو آتیش زده.
این شخص کارما پیدا میکنه، چون به خاطر یه مقدار کم توجهی کل محل و آتیش از بین برده. کارما پیدا میکنه با افراد اون محیط، با درخت ها و حیوانات اون محیط. خیلی باید آگاه باشیم به رفتار و کردارهای خودمون و تأثیراتی که در دیگران و در محیطمون میگذاریم. یکی از مثال های ایجاد کارما در جنگ، خیلی زیاد از این نوع کارما ایجاد میشه. مثلا اگر یکی تو جنگ بوده و مثلا خلبان بوده، با هواپیما رفته بمب انداخته سر چند نفر، اون کارما ایجاد میشه با اون کشور، با اون شهر، با اون افرادی که در اون شرایط بودن. مثل خود جنگایی که ایران عراق با هم داشتن، الان ایران عراق با هم کارمای زیادی دارن، هر دو با هم کارمای زیادی دارن، چون به هم زیان زیادی رسوندن. خود مثلا اون محیطایی که درش جنگ اتفاق افتاده، مثل خوزستان، اون زمین و اون خاک انرژی کارما درش هست، که یه سری مسائل آب و هوایی که دارن به این ربط داره، هم با خود خاکش، هم با آدمهاش و با تأثیراتی که رو محیط زیست گذاشتن. حالا بنا به میزان آسیب، بعضی اوقات آسیب ها در چندین نسل تأثیر میگذاره، که خب میزان کارماش بیشتره. یعنی خیلی لازمه که آگاه برخورد کنیم. بعضی ها فکر میکنن مثلا یه جام حتی برای پیکنیک میرن، خب یکی میاد پشت سرشون تمیز میکنه، یا اینجا چون خونه خودشون نیست رعایت نمیکنن، در صورتی که کل خود کره زمین خونه تو هست. همونطور که از خونه خودت نگهداری میکنی، کره زمین هم خونه مثل خونه تو، حالا خونه موقت تو مدتی که در اینجا مسافر هستیم، ولی در هر کجای این کره زمین که هستی، اینجا خانه تو هست در این سفر، در این سفر موقتی که ما به این بود میایم، این کره زمین خانه ما هست. بعد ازش خوب نگهداری کنیم، ازش تشکر کنیم، قدردانی کنیم، به نظافتش رعایت بدیم. دیروز داشتم میرفتم در یه جا فضای بودم، مثل جای خرید، مجتمع خرید، مثل حالت پاساژ، ولی از اینایی نه که سقف داره توی ساختمانه، مثل فضای آزاده، سقف نداره. همچی که داشتم قدم میزدم و دوروبر نگاه میکردم، دیدم که یه آقای دولا شد، چند تا کاغذ رو زمین بود، کاغذ مثلا کاغذ شکلات یا چند تا تیکه کاغذ، خیلی بزرگی هم نبود، کوچیک بود، و دیدم دولا شد، اینا رو برداشت، انداخت سطح آشغال و من ازش تشکر کردم، گفتم خیلی ممنون برای کاری که کردی. در صورتی که خودش اون آشغالا رو نریخته بود، وظیفه ای هم در این زمینه نداشت. میتونستم بگه خب اینجا تمیز کننده داره، مثلا چون اون تمیز کننده داره، اون محیط افرادی هستن که با سطل آشغال و جارو اینا اون دورور میچرخن، که وظیفهشون تمیز کردن اون محیط هست. میتونست بگه که به من چه، حالا اینجا تمیز کننده داره، ولی این کارو نکرد، احساس مسئولیت کرد به محیطش و خودش جلو شد، اون آشغال رو برداشت، انداخت سطل آشغال، که در اون هنگ که من دیدم ازش تشکر کردم، که هم الگوی خوبی برای دیگرانه، هم اهمیت به محیط و فضای خودش میده. ما باید این گونه احساس مسئولیت به محیطمون داشته باشیم و یه مقدار به خودمون زحمت بدیم. اگر یه کمک و وظیفه‌ای که شهردار داره اینه که خب شرایط رو ایجاد کنه که سطل و آشغال باشه، اینجور چیزا، ولی حتی اگر هم نیست، کار خیلی ساده ایه. یه پلاستیک همراهتون باشه، آشغال رو بریزین تو پلاستیک، کار بسیار ساده ایه، کار مشکلی نیست.
ریسایکل بکنین، بازیافتی بکنین چیزاتونو. یه چیز جالبی، من روبروی کتابخونه داشتم رفتم کتابخونه، بیرون محیط کتابخونه دیدم یه از این بنچ، مثل نیمکت های به ظاهر چوبی، مثل یه نیمکتی بود که به ظاهر چوبی بود، ولی روی نیمکت نوشته بود که این نیمکت از بازیافتی قوطی های شیر هست، چون اینجا قوطی های شیری هست که از پلاستیک، مثلا توش بطل های پلاستیکی میریزن، یه سریش هم هستن که توی مثل پاکت ماننده، و این پاکت ها مثلا به ظاهر مثل کاغذ میمونه ولی یه لایه هایی داخلش داره که مثلا این مایع نفوذ نکنه، که اون جداری که داخل این کاغذ میذارن برای اینکه شیر رو نگه داره و شیر خراب نشه، خود اون مواد خوبی نیستن. بعد برامو جالب بود که این نیمکت خیلی خوب و محکمی هم بود و روش نوشته بود که این نیمکت از بازیافتی بطرهای شیر درست شده. جاهای دیگه هم دیدم از این نوع بازیافتی ها که روش می نویسه که مثلا این وسیله از این بازیافت درست شده، که خب خیلی خوبه که میزان آشغال رو کم کنیم که این در نتیجه به محیط زیست ما کمک میکنه، چون خیلی فکر میکنن مثلا، یا بهش اصلا فکر نمیکنن، آشغال رو میذارن دم در، یکی هم میاد میبره، بعضی اصلا بهش فکر نمیکنن که خب این همه کل جمعیت اون شهر، این همه آشغال هر روز تولید میشه، کجا میره؟ اینا یه جایی انباشته میشه و به مرور زمان این تاثیراتی تو محیط زیست میذاره، که خب حالا خوشبختانه با بازیافتی به این زمینه کمک شده، ولی باز جای رشد و آگاهی هست که آگاهتر برخورد کنیم. حالا تو ایران نمیدونم چه حد میزانش هست، حتی اینجا تو امریکا جای پیشرفت داره، چون حتی در امریکا باید بیشتر فعالیت در این زمینه داشته باشن، چون مثلا کسی که خونه داره، کسایی که خونه مجزا دارن میتونن سطل آشغالای مجزا داشته باشن برای بازیافتی، که بعد اون افرادی که میان آشغال رو ببرن، اون سطل مجزا هم هست، مثلا یه سطل مجزا هست برای کاغذها، مقوا، یکی مجزا هست برای بطل و اینجور چیزا. ولی این سیستم برای آپارتمان نشین ها نیست. یه جایی که آپارتمان های وسیع، آپارتمان کامپلکس بهش میگیم ما اینجا، که تعداد زیادی هم هست، معمولا بزرگن، تعداد واحد زیاده و تعداد جمعیت و خانواده زیاده، در اکثر این آپارتمان کامپلکس های آپارتمان سیستم بازیافتی نیست. چون من در یکی از همین محیط هایی که خودم زندگی می کردم، یه بار به آفیس اونجا، کسی که مسئول اونجا بود، اینو گفتم، گفتم شما چه سیستم بازیافتی اینجا ندارین؟ و اکثر آپارتمان فضاها ندارن. و گفتم چه شما سیستم بازیافتی ندارید اینجا؟ گفت خب به خاطر که مثلا شاید اینطور بشه اینطور بشه. گفتم خب مهم همینه که اینها بازیافتی بشه، تو سطح اشغال نره. حالا فوقش مثلا نگران بود که حالا شاید یه عده‌ای چیکار بکنن یه چیکار نکنن. گفتم حالا چیز اونقدر مهمی نیست، شما اون سطح آشغالایی که مال بازیافتیه بذارید اینجا، حالا هر کی خواست مثلا ازش تو استفاده میکنه یا نمیکنه، یا بحران ایجاد نمیکنه، ولی لازمه چون تعداد زیاده، تعداد خانواده زیاده. حالا این فقط تو یه کامپلکسه، چون تعداد جمعیت اینجا زیاده، اگر تصور بکنید تمام کامپلکس هایی که اینجا هست و سیستم بازیافتی ندارن، میزان
زیادی از آشغال ها هست که میشه بازیافتی بشه ولی نمیکنن. حتی همینجا خیلی فضا برای رشد لازمه. حالا افرادی هم هستن در این زمینه فعالیت دارن، ولی حتی در امریکا جا برای آگاهی و رشد هست زیاده. باید تغییراتی هنوز زیاد ایجاد بشه بر بازیافتی. ولی خب یه دی پیشواز رفتن، مثلا بعضی کمپانی ها در مصرف برق از سولار سیستم استفاده می کنن، ولی تعداد محدودی هستن، هنوز تعداد محدودی هستن که آگاهانه برخورد می کنن. بعضی کمپانی ها هستن چون مثلا تو اداره جات سعی می کنن میزان استفاده از کاغذ رو کم کنن. خیلی جواب به شما مثلا انتخاب میدن که قبضت از طریق ایمیل بیاد که کاغذ مصرف نشه، که این خیلی خوبه. مثلا موقعی که پست میاد کلی تبلیغ، و شاید اینقدر مثلا کاغذ تبلیغ، کاغذهایی که خود من اصلا بهش نگاه نمی کنم مستقیم میره تو سطح آشغال. که حتی من یه بار رفتم به پست خونه، گفتم اعتراض کردم، گفتم چرا اینقدر اینا رو میفرستید؟ اینا همش میره تو سطح آشغال و ببین چقدر درخت حروم میشه سر این کارها، سر این تبلیغات. ولی گفتن که این منبع درآمد ماست، کارش هم نمیتونیم بکنیم، چون اون کمپانیایی که این تبلیغات رو میفرستن پول میدن به کمپانی پست، و کمپانی پست هم گفت این منبع درآمد ماست، ما کنترلی بهش نداریم، یعنی تصمیم کمپانی نمیشه محدودش کرد. ولی خب حالا به خاطر اگه کمپانی پست یه مقدار آگاهتر و مسئولتر برخورد کنه، بعد راههای بهتری پیدا کنه که اینقدر کاغذ مصرف نشه و هم آشغال ایجاد میکنه، هم اسراف، هم خب اینا درخت در بابت این کاغذ رفته. ولی خب حالا کمپانی هم هستن که کاغذ رو بازیافت میکنن. خیلی جایی که میری کاغذ بخری می نویسه روش که اینا کاغذهای بازیافتیه. ولی جایی روش خیلی زیاد هست، حتی همجا در امریکا. حالا در ایران هم از این آگاهی بد باشه، خودمون آگاه بکنیم، وقت بذاریم مطالعه کنیم که خودمون آگاه بکنیم که و خلاقیت به خرج بدیم که چطور میتونیم در این زمینه و در محیط زیستمون مفید باشیم و به کره زمین که اینقدر بدون بازخواست و با عشق فراوان بیلیون ها سال داره به خلق بشر خدمت میکنه مهربانتر باشیم. اینجا خانه موقت ما هست، باید باش مهربان باشیم. حالا در زمینه تناسخهایی که ما با کشورمون داریم، میخوایم یه درخواستی از خالق بدیم در این زمینه. با من تکرار کنید لطفا. از خدای مادر مهربانم، از خالق مهربانم درخواست میکنم به من و به تمام مردم ایران که به نور خدمت میکنند بلسینگ بخشش بده. اگر در هر زمان یا در هر مکان به ایران زمین و مردم ایران آسیب و زیانی زدم، به من بخشش بده برای اون نادانی ها و از خدای مادر مهربانم درخواست میکنم به تمام افرادی که در ایران در هر زمان و مکان و هر عمری به اونها آسیب زدم، به اون افراد بلسینگ بده برای بالاترین بخشش، بالاترین ورچو، بالاترین حفاظت و عشق و آرامش آنطور که به صلاح است. از خدای مادر مهربانم درخواست میکنم به تمام افرادی که در ایران در هر زمان و مکان و هر عمری به مردم ایران و سرزمین ایران آسیب و زیانی رساندم، و
به آنها بلسینگ بده برای بلسینگ بالاترین بخشش، بالاترین ورچو، بالاترین حفاظت و عشق و آرامش آنطور که به صلاح است. از خدای مادر مهربانم درخواست میکنم اگر در هر جا و در هر مکان و در هر بودی من به ایران زمین و مردم ایران آسیب و زیانی رسوندم، به اون افراد بلسینگ بده برای بالاترین بخشش، بالاترین ورچو و بالاترین حفاظت و بلسینگ عشق و آرامش آنطور که به صلاح است. از خدای مادر مهربانم درخواست میکنم به من بلسینگ بخشش بده برای کارماهایی که با ایران ایجاد کردم. از خدای مادر مهربانم درخواست میکنم به من بلسینگ بخشش بده به بدهی کارمایی که با ایران دارم. و از خدای مادر مهربانم درخواست میکنم به تمام مردم ایران و سرزمین ایران که در مسیر نور هستند بلسینگ بده برای عشق و آرامش. و از خدای مادر مهربانم درخواست میکنم به همه ما بلسینگ بده برای آگاه تر بودن و برای قلب هایی باز داشتن که آگاه تر برخورد، آگاه تر انتخاب کنیم، آگاه تر زندگی کنیم، با عشق بیشتر با همدیگه و مادر زمین رفتار کنیم. از خدای مادر مهربانم بی نهایت سپاس دارم. بی نهایت سپاس، بی نهایت سپاس. این یه درخواست مناسبیه که هر روز بگید. کمک میکنه به سبک کردن کارما. و مسلماً بنا به جریان انرژی و قانون کارما و قانون جذب هر موقعی که عشق بفرستی، عشق هم به تو برمیگرده. هر موقع بلسینگ عشق و بخشش به دیگران بدی، به خودت برمیگرده. و این درخواست مناسبی هست در این زمینه. اگر میبینید گاهی اوقات شرایط مطلوب نیست، ممکنه بدین دلیل باشه که با ایران کارما داری یا با شهرت کارما داری یا با محیطت کارما داری. که همه اینا رو میتونید ریشه یابی بکنید از روح بزرگتون. قبل از خواب میتونید از روح بزرگتون ریشه یابی کنید که بگید اگه کارمایی من با ایران دارم به من نشون بده. یه نکته دیگه که میخوام اشاره کنم که مربوط میشه به همین محیط زیست اینه که حتما میدانید که حدود نصف اکسیژن کل کره زمین توسط درخت‌ها، گیاهان و جنگل‌های کره زمین بالخصوص جنگل آمازون این اکسیژن تولید میشه. 50% دیگه اکسیژن کره زمین توسط اقیانوس و دریاها ایجاد میشه. و الان یه مقدار به خاطر پولوشن و هم پولوشنی که توی آبها، اقیانوسها و دریاها ایجاد شده، یه مقدار میزان تولید این اکسیژن کمتر شده و یه مقدار هم به خاطر درخت‌هایی که میبرند و جایگزینش نمی‌کنند و داره تعداد درخت ها توی محیط زیست کمتر شده، مخصوصا در این جنگل های عظیم. تولید اکسیژن هم توسط این جنگل ها یه مقدار کاهش پیدا کرده. که این مسئله بسیار مهمیه که بهش توجه داده بشه. حالا هر کسی به میزان توانایی خودش میتونه یه کاری انجام بده، حتی هر چند کوچک. حتی اگه شما بتونید یه درخت یه جا بکارید، این منفعته.
حالا یا تو حیات خودت یا تو بیرون خونت یا یه جایی تو محیط آزاد و محیط زیست، در هر جایی در اون حدی که در توانمونه میتونیم یه کاری انجام بدیم یا میتونیم ملحق بشیم به گروه هایی که از محیط زیست حمایت میکنن. این هم حس مفید بودن و حس خوب به خود شما میده، هم منفعت به محیط زیست. و براتون هم ورچو ایجاد میکنه. الان خوشبختانه هستن گروه های زیادی که در این سیستم حفاظت از طبیعت، حفاظت از حیوانات فعالیت دارن. یا میتونید خودتون یه کاری به تنهایی انجام بدید یا جزئی از این گروه ها بشید و فعالیت داشته باشید. از وقتتون بهتر استفاده میکنید، حس خوبی هم بهتون میده، به روحیتتون تقویت میده، حس خوبی هم خواهید داشت. حالا میخوایم یه درخواست بلسینگ بدیم، حالا با توپ رنگی کمان هم این کار خواهیم کرد، ولی یه درخواست میخوایم بدیم از خدای مادر. از خدای مادر مهربانم درخواست میکنیم بلسینگ بالاترین عشق و بالاترین حفاظت بده به تمام درخت های کره زمین که با عشق و بدون بازخواست به ما اکسیژن میدن. از خدای مادر مهربانم، از خالق مهربانم درخواست میکنم بلسینگ بالاترین عشق و بالاترین حفاظت بده به تمام درخت های کره زمین، تمام جنگل های کره زمین که با عشق برای ما اکسیژن فراهم میکنن، که یک چیز لازم و حیاتی برای ما هست آنطور که به صلاحه. از خدای مادر مهربانم درخواست میکنم به تمام درخت های کره زمین و جنگل های کره زمین که با عشق برای ما اکسیژن فراهم میکنن بلسینگ بده برای بالاترین بخشش و بالاترین حفاظت آنطور که به صلاح همگان است. از خدای مادر مهربانم درخواست میکنم بلسینگ بالاترین عشق و بالاترین حفاظت بده به تمام آبهای ایران و تمام آبهای کره زمین، تمام دریاها، رودخانه‌ها، اقیانوس‌ها، چه شور، آبهای شور، آبهای شیرین. از خدای مادر مهربانم درخواست میکنم بلسینگ بالاترین عشق و بالاترین حفاظت بده به تمام آبهای ایران و کل کره زمین آنطور که به صلاح همگان است. از خدای مادر مهربانم درخواست میکنم به تمام آبهای ایران و آبهای کل کره زمین، تمام دریاها، رودخانه‌ها، اقیانوس‌ها بلسینگ بده برای بالاترین بخشش و بالاترین حفاظت و بالاترین عشق آنطور که به صلاح است. یه دقیقه دیگه وقت دارم. یه مسئله دیگه هم بود میخواستم راجبش صحبت کنم، فکر کنم شاید بهتر باشه قطع کنم برگردم قسمت بعدی، چون یه دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم. اوکی، لطفا حضور داشته باشید، من برمیگردم برای قسمت بعدی.